مهمترین خبرهای این ساعت خوش آمدید. امروز چهارشنبه 16 جوزای 1403 خورشیدی است که با 5 جون 2024 میلادی برابر است. نخست سرخط خبرها. هشدار جریان‌های سیاسی ضد طالبان در نخستین اعلامیه مشترک. در صورت ناامیدی از آغاز مذاکرات صلح مبارزه مسلحانه می‌کنیم. حمله بر تجمع شهروندان آلمانی در هپنهایم، دولت آلمان اخراج مهاجران افغانستان را بررسی می کند. درگیری معترضان و نیروهای پاکستانی در مرز چمن. پیروزی مودی در انتخابات هند. و ادامه بر رسمیت شناسی فلسطین از سوی کشورها، سلوانیا نیز به جمع 3 کشور اروپایی دیگر پیوست. مشروع اخبار. احزاب، جریان‌های سیاسی و جنبش‌های اعتراضی زنان در اعلامیه مشترک گفتند که اقدامات سیاسی سوری و تعامل با جریانات تروریستی هرگز مشکل افغانستان را حل نمی‌کند. دست کم 21 حزب سیاسی، جریان نظامی و جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان روز چهارشنبه 16 جوزا موقف مشترکشان درباره نشست سوم دوحه را بیان کرده و هشدار دادند که در صورت ناامیدی از جریان افتادن مذاکرات صلح دست به هر اقدامی از جمله مبارزه مسلحانه خواهند زد. جزئیات این خبر را در گزارش ببینید. در آستانه برگزاری سومین نشست دوحه، احزاب، جریان‌های سیاسی و جنبش‌های اعتراضی زنان در اعلامیه مشترک گفتند که اقدامات سیاسی سوری و تعامل با جریانات تروریستی هرگز مشکل افغانستان را حل نمی کند. دست کم 8 حزب سیاسی و 13 جریان نظامی سیاسی و جنبش های اعتراضی زنان روز چهارشنبه 16 جوزا موقف مشترکشان درباره نشست سوم دوحه را بیان کردند. در متن اعلامیه آمده است هر نوع گفتگو در غیاب نمایندگان اصلی مردم افغانستان زیر هر عنوان در حقیقت امتیاز دادن به گروه تروریستی طالبان است. آنان همچنان با ارائه چند خواست در مورد نشست دوحه هشدار دادند که در صورت ناامیدی از امکان جریان یافتن پروسه صلح به هر نوع اقدام از جمله مبارزه مسلحانه دست خواهند زد. به گفته این جریان ها گفتگوها در مورد افغانستان زمانی نتیجه می دهد که منافع مردم و اقوام مختلف در آن مد نظر گرفته شود و احزاب سیاسی و جنبش های اعتراضی زنان به عنوان بیان کننده اراده مردم افغانستان در آن اشتراک داشته باشند. این جریان ها تاکید کردند که هر گونه تعامل یک جانبه و پشت درهای بسته با این گروه به مثابه چشم پوشی بر اراده، حقوق انسانی و تمامی رنج ها و مصیبت های مردم افغانستان است. به گفته جریان های مخالف طالبان، طالبان طی 3 سال گذشته تنها رنج، فلاکت، ناامنی، مالیات کمرشکن و حذف زنان از عرصه عمومی را به ارمغان آوردند. در ادامه اعلامیه ذکر شده است در کنار حقیقت بحران سیاسی افغانستان و بنبست تمام عیار موجود، بحران امنیتی افغانستان و صدور تروریسم از جمله مسائل حادی است که باید در اجندای نشست سوم دوحه در محراق توجه قرار داده شود. این جریان ها همچنان از تعیین نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان مشروط به گزینش آن در مشورت با جریان های داخلی، منطقه‌ای و بین المللی اعلام حمایت کردند. آنان طالبان را به لغو قوانین، ایجاد انارشیسم سیاسی و حقوقی، کشتار اسیران جنگی، کوچ اجباری مردمان بومی، غصب جایدادهای مردم، زورگیری زیر عنوان مالیات در کنار کشتار نظامیان حکومت پیشین متهم می کنند. این در حال است که کمتر از 1 ماه به آغاز نشست سوم دوحه باقی مانده است. نشستی که طالبان به گونه رسمی با آن دعوت شدند. این نشست قرار است 30 جون و 1 جولای سال جاری میلادی برگزار شود. پس از آن که پلیس هویت مهاجم حمله بر شهروندان آلمانی در هپنهایم این کشور را شهروند افغانستان اعلام کرد، اکنون به گمگوها درباره اخراج پناهجویان افغانستان از آلمان روی میز دولت این کشور قرار گرفته است. نانسی فایزر، وزیر امور داخلی آلمان، گفته است که اخراج این پناهجویان که به گفته او امنیت کشورش را تهدید می کنند را در دست بررسی دارد.
از سوی دیگر آنالنیا بیربوک وزیر امور خارجه آلمان گفته است که قبل از اخراج افرادی که امنیت آلمان را تهدید می کنند باید وضعیت افغانستان به گونه دقیق مطالعه شود. این اظهارات چند روز پس از حمله یک مرد اهل هرات افغانستان با چاقو بر تجمع یک گروه مخالف اسلام سیاسی در شهر پنهایم آلمان که منجر به کشته شدن یک افسر پلیس 29 ساله و زخمی شدن 5 تن دیگر شد بیان می شود. منابع محلی در قندهار می گویند که گفتگوها میان معترضان نیروهای امنیتی پاکستان که تازه آغاز شده بود به تنش کشیده شده است. نیروهای امنیتی پاکستان چاشت روز چهارشنبه شماری از رهبران این اعتراضات را بازداشت و بر بقیه از چندین نقطه تیراندازی نیز کردند. نوارهای تصویری ارسال شده بر روزنامه 8 صبح نشان می دهد که نیروهای پاکستانی به سمت معترضان شلیک می کنند. حکومت پاکستان شبکه های مخابراتی و خدمات اینترنتی را در محل اعتراضات قطع کرده است. تا کنون جزئیات در مورد شمار احتمالی تلفات این درگیری و افراد بازداشت شده در دست نیست. معترضان در مرز چمن اسپین بولدک از 8 ماه به این سو به ممنوعیت تردد بدون ویزا و پاسپورت باشندگان دو طرف مرز دست به اعتراضات گسترده زدند. نرندرا مودی نخست وزیر و رهبر حزب ملی‌گرای هندو بهارات یا جاناتا با کسب بیشترین کرسی‌های پارلمان این کشور پیروز انتخابات اعلام شد. نتیجه انتخابات هند نا وقت روز سه‌شنبه اعلام شد که در آن اتحاد ملی دموکراتیک به رهبر حزب مودی توانست 293 کرسی از 543 کرسی پارلمان این کشور را به دست آورد. رویترز گزارش داده است که اکنون مودی برای تشکیل حکومت جدید هند در پی گفتگو با متحدانش است. او پس از اعلام نتایج انتخابات سرتاسری در هند به هوادارانش وعده داده است که در دور جدید نخست وزیریش سخت‌تر کار کند. ائتلاف احزاب اپوزیسیون به رهبری راهول گاندی توانست 230 کرسی از پارلمان این کشور را به خود اختصاص دهد. احزاب رقیب برای پیروزی در انتخابات هند 272 کرسی نیاز داشت. نزدیک به 1 میلیارد تن در انتخابات هند ثبت نام کرده بودند، اما تنها 642 میلیون تن آن پای صندوق‌های رای رفتند. این انتخابات که بزرگترین انتخابات جهان لقب گرفت 19 اپریل آغاز شد و با گذشت 6 هفته در 7 مرحله در اول جون پایان یافت. به دنبال به رسمیت شناسی کشور مستقل فلسطین توسط ناروی، ایرلند و اسپانیا، اکنون سلوانیا نیز رسما اعلام کرد که این کشور را به رسمیت شناخته است. اسوسیشن پرس گزارش داده که پارلمان این کشور روز سه‌شنبه با 52 رای موافق و هیچ رای مخالف طرح به رسمیت شناسی فلسطین را تایید کردند. از سوی دیگر تانیا فاجون وزیر امور خارجه سلوانیا در برگه ایکس خود خطاب به مردم فلسطین گفته است که تصمیم نهایی امروز کشورش پیام امید و صلح است. تصمیم سلوانیا چند روز پس از آن اتخاذ شد که اسپانیا، ناروی و ایرلند نیز ماه گذشته کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، اقدامی که توسط اسرائیل محکوم شد. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری ما. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.